دوباره شما ازان خوش آمدید میگم و یک سلام مجدد خدمت ازانی که تازه به برنامه پیوستن تقدیم میدارم و بس امشب برنامه آناتومی هم در رابطه با عضلات ناحیه بطن میباشه. قبل از وقفه در رابطه با ساختمان ها و وظایفش به شما معلومات دادم و فعلا هم خوب است که با خود عضلات آشنایی پیدا کنین که خود عضلات چگونه قرار دارن، در کدام قسمت از بطن قرار دارن و کدام وظایف اجرا میکنن. خب در نخست خوب است که در کتاب برتان به معرفی بگیرم، به خاطر در این مدل فقط عضله مایل خارجی وجود داره ولی مایل داخلی و همچنان مسترز بطنی وجود نداره. خدا کنه که تصویر برتان قابل رویت باشه. در این مدل قسمی که شما میبینین عضلات ناحیه قدامی بطن یا پیشروی بطن و همچنان عضلات قسمت دو طرف بطن که قسمت های لترال یا جانبی بطن میشه که به اصطلاح در بعضی کتاب ها عضلات قسمت ناحیه وحشی قدامی بطن نوشته میکنن، که در این قسمت عضلاتی که در ناحیه لترال یا جانبی بطن دو طرف قرار داره سه گروپ عضله پهن میباشه که عبارت از مایل خارجی، مایل داخلی و مسترز بطنی میباشه. اولی را که شما میبینید اینجا برداشته شده کاملا که به نام اکسترنال اوبلیک یاد میشه در این قسمت، که از این قسمت ای عضله وجود داره تا به قسمت بطن، یعنی در سطحی ترین عضله که هست عبارت از اکسترنال اوبلیک یا مایل خارجی میباشه که دقیق در عمق فشیای سطحی قرار داره و سیرش هم از قسمت وحشی، یعنی از قسمت های جانبی یا وحشی جداره بطن به طرف انسی یا قسمت پایین میباشه و قسمت سیر داره. و عضله دوم را که شما در این قسمت میبینین به نام انترنال اوبلیک هست، اینی عضله به نام انترنال اوبلیک میباشه یا عضله مایل داخلی میباشه که قرار داره و این عضله بعد از عضله مایل خارجی، یعنی در عمق عضله مایل خارجی قرار داره که این هم سیرش به طرف علوی و انسی میباشه، یعنی به طرف بالا و قسمت میدیال یا انسی میباشه، این قسمی سیر میداشته باشه. و در عمق عضله مایل داخلی باز عضله ترانسورس ابدومنس یا مسترز بطنی قرار داره که اگر در این تصویر باشه فکر نکنم چون این لایه را بر نداشتن، وقتی که این عضلات بر داریم در تحت ازی یا در عمق عضلات مایل داخلی ما عضله مسترز بطنی وجود داره که او عضله باز نظر به الیاف عضلاتش به اون نام مستثنا شده و به اون نام سرش مانده شده، که در حقیقت اینمی عضلات ناحیه بطن ناحیه جانبیش هستن. سه گروپ عضله پهن می باشن که قرار دارن و این عضلات که شما میبینین به نام رکتوس ابدومینس یاد میشه و عضلات کوچکتر را که در این قسمت میبینین شکل هرم مانند مثلث شکل به نام عضله پایرامیدال یاد میشه و این قسمت های رنگ تقریبا سفیده که میبینین ای عبارت از خود عمو فشیا یا خود آپونیروز عضلات میباشه. یعنی آپونیروز در حقیقت چیز هست که وقتی که عضلات با همدیگر یک جا میشن عمو قسمت انتهایی عضلات که میمانه او تبدیل به یک آپونیروز میشه، یک شیت میسازن که عبارت از آپنیروز همی عضلات پهن میباشه که در حقیقت وقتی که یک جا میشن مثل ساختمان پیمانند، اگر شما دیده باشین ساختمان پیمانند به نام آپنیروز یاد میشه. خب در این مدل که شما میبینین در این مدل عضلات خوبتر برتون به معرفی گرفتن عضلات قسمت عمودی جدار بدن است که به نام رکتوس ابدومینس یاد میشه، تقریبا چند لایه از عضلات میباشه که توسط خط مسترز به نام ترانسورسالیس فشیا جدا شده و این قسمت هم که میبینین در وسط توسط خود لینا البا که به نام لینا البا یاد میشه جدا شده این گروپ عضلات و زیادتر در نزد اشخاص که سر بدن خود کار میکنن، ورزش های بدنی اجرا میکنن، فیزیکی و بدنی بیشتر این عضلات برجسته میباشه و دقیقا همی شکل می داشته باشه و دیده میشه که او عضلات رکتوس ابدومینس ناحیه بطن میباشه که به شکل عمودی قرار داره و در قسمت پایین از این عضلات عضله کوچکتره که در این قسمت میبینین این قسم دو دانه هست که شکل هرم مانند یا مثلث شکل داره که رأسش یا زربش به طرف عضله رکتوس ابدومینس میباشه و قسمت قایدهش به طرف استخوان پوبیس سمفیزس میباشه که در ناحیه لگن قرار داره، دو قسمت قرار میداشته باشه. و اینی عضله را که شما در این مدل میبینیم به نام عضله اکسترنال اوبلیک یا عضله مایل خارجی میباشه که در این قسمت قرار داره و سیرشان به اون قسمت میباشه. و در تحت عضیبوز لایه که وجود داره اینی عضله
که عضله انترنال اوبلیک یا عضله مایل داخلی می باشه در قسم آخر و این هم امو فشیای هست یا رکتوشیت هست که عضلات رکتوس پوشانیده. در حقیقت خود رکتوشیت عبارت از یعنی اتصال اپونیوروتیک خود امی عضلات مایل خارجی مایل داخلی مسترز بطنی می باشه که با همدیگر یک جا شدن و یک غلاف را ساختن که عضله رکتوس ابدومینیس همراه با یعنی در حقیقت اینی قسمت ها را همراه با عضله پایرامیدالیس که عضله پایرامیدالیس یک عضله کوچک نازک می باشه مثلثی شکل هست که در بعضی حالات امکان داره که هیچ وجود نداشته باشه و خیلی کوچک می باشه این عضله و این را پوشانیده در حقیقت 3/4 حصه رکتوس ابدومینیس قسمت قدامی شد و 1/4 قسمت یعنی 1/4 حصه تحتانی شد امی رکتوس شید پوشانیده یا غلاف خود رکتوس است که یک غلاف بطری اپونیوروتیک می باشه که خود اینمی عضلات با همدیگر پوشانیده و این تقریبا عضلات توسط لاین آلبا جدا کردن که در حقیقت یک نکته کلینیکی هم اینجا وجود داره و این است که خود امی لاین آلبا دقیقا در بطن جراحی هایی که صورت میگیره بیشترن البته در سابق و فعلا همچنان از این قسمت شق اجرا میکنن چون هیچ رگ خونی در این ناحیه وجود نداره و احتمالی هست که خونریزی خیلی کمتر واقع شود و یا همه هیچ واقع نشه و فرد خون کمتر رضایی کنه در عملیات به او خاطر از این قسمت شق میکنن که رگ خونی وجود نداره و دوباره هم وقتی که وصل میکنن میتونه خوبتر ترمیم شود و در این قسمت هم این عضلات را که شما میبینین در حقیقت عضله پایرامیدالیس یا امی عضله هرمانند برتان بزرگ نمایی نشان داده در این ناحیه که شما بهتر درک کنین که چه قسم واقعی هست و کدام نوع ساختمان داره هم عضله مایل داخلی میباشه. خب یک گروه عضلات دیگره که گفتم در قسمت خود البته در این مدل هست خیلی کوچکتر که در قسمت خلف یعنی فکر کنین احشای داخلی در این قسمت هست این عضلات در قسمت پیشروی باشه البته در این مدل دیگه خوبتر برتان نشان داده میشه فکر کنین در این مدل هست و این عضلات پشت سر قرار داشته باشه احشای داخلی باشه که از جمله روده ها می باشه گرده ها هست بعضا احشای داخلی دیگر همچنان در بطن که قرار داره و این عضلات در قسمت پیشرویش قرار داره به این شکل به این شکل در قسمت پیشروی قرار می داشته باشه و در وسط احشای داخلی بطنی قرار می داشته باشن و در پشت سر احشای داخلی بعضی عضلات دیگر وجود دارن که 4 گروپ عضلات می باشه یک سواس میجور هست سواس منور هست همچنان کوادریتوس لومبریوم یا عضله مربع کمری هست که در ناحیه کمر وجود داره و یکی هم عضله ایلیاکس می باشه. خب در این قسمت شما که می بینین اینی عضله را که میبینین به نام عضله سواس میجور یاد میشه که این عضله از سطح خارجی تنه مهره های خود T12 تا L5 که T12 فکر کنین در این ناحیه است و میاییم T12, L1, L2, L3, L4, L5 فکر کنین از خود تنه خارجی T12 الى L5 شروع میشه تا به تروکانتر خود تا اینی قسمت تروکانتر کوچک خود استخوان ران این ادامه پیدا میکنه و توسط شاخه های قدامی خود اعصاب L1 تا L3 که در قسمت تصیب میشن این عصب رسانی میکنن این عضله را و همچنان کارش هم فلکشن خود ران در محل مفصل هیپ یا لگن میباشه و در تحت از این عضله دیگر وجود داره که در قنمی شکل وجود می شکل هست به نام سواس منور یاد میشه که او سواس منور باز از سطح خارجی تنه مهره های T12 تا L1 میباشه و خودش تا برآمدگی خود پوبیک توبرک خود ایلیو پوبیک البته در این ناحیه وجود داره ادامه پیدا میکنه و توسط شاخه های قدامی اعصاب ایلیک تصیب میشه و کارش همچنان فلکشن ضعیف خود ستون مهره ها میباشه البته مهره های کمری. خب دوستای عزیز در دو طرف که قرار داره عبارت از عضلات کوادریتوس لومبریوم می باشه که خود این عضلات از ترانسورس پروسس یعنی از خود ترانسورس پروسس مهره های L5 شروع میشه و اینا هم کنار پایینی T12 شاخه های قدامی خود T12 و L4 ایرا تصیب میکنن و عضله بعدی که هست عبارت از عضله ایلیاکوس می باشه که در دو طرف قرار داره و وظایف مختص با خودش اجرا میکنه. فعلا هم میریم یک وقفه کوتاه دوباره برمیگردیم با ما باشید.